بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. استاندار نجف اشرف از آمادگی سطح بالا برای زیارت میلیونی در روز عید قدیر و متفاوت از سالهای قبل خبر داد. استاندار نجف با اشاره به تجارب قبلی در مناسبت‌هایی چون ولادت و شهادت امیرالمؤمنین و حضور جمعیت انبوه مردم تصریح کرد، نیروهای امنیتی در صورت نیاز آماده حضور و نقش‌آفرینی فوری خواهند بود. در راستای تأمین امنیت این زیارت، استاندار نجف تأکید کرد که برنامه ریزی های دقیقی برای تسهیل ورود زائران به حرم مطهر بدون ازدحام و در عین حال فعالسازی رویه های اضطراری و حمایت از پدافند غیر نظامی برای مقابله با حوادث احتمالی در نظر گرفته شده است. استاندار نجف اشرف با بیان اهمیت مبارزه با نمادهایی که به قداست این شهر مقدس لطمه می‌زند، اصرار دولت محلی بر دستیابی به بالاترین سطوح امنیت و ثبات در این زیارت بزرگ مذهبی تأکید کرد. منابع محلی استان هلمند در جنوب غرب افغانستان میگویند که امامان شمار زیادی از مسجد در این استان در اعتراض به جمع‌آوری بی‌رویه زکات توسط طالبان ترک وظیفه کردند. منابع روز شنبه دوم تیر میگویند که طالبان از دو ماه به این سو از مردم و کشاورزان مناطق مختلف هلمند زکات اموالشان را جمع‌آوری می‌کنند. جمع‌آوری عشر و زکات اجباری توسط طالبان در استان‌های مختلف افغانستان تازگی ندارد. پیش از این شماری از دهقانان در استان کندوز گفتند که حاصلات گندم نسبت به سال گذشته در این استان افزایش یافته است. اما طالبان با جمع‌آوری عشر و زکات به گونه اجباری مردم را به سطوح آوردند. در ادامه هجوم کوچی‌های مسلح علیه شیعیان هزاره، منابع می‌گویند که کوچی‌ها این بار دست به تخریب کشتزارهای ساکنان شهرستان ناور این استان که همگی شیعیان هزاره هستند زدند. منابع در ولایت غزنه روز شنبه دوم تیر گفتند که ده‌ها خانواده کوچی در یک هفته اخیر در شهرستان ناور غزنه جابجا شده و دست به تخریب کامل کشتزارهای ساکنان این شهرستان زدند. به گفته منابع، ساکنان منطقه در واکنش به خودسری‌های کوچی‌ها نزد مسئولان طالبان در محل رفتند، اما طالبان استفاده از این زمین‌ها را حق کوچی‌ها دانستند. گفتنی است که کوچه‌های مسلح هفته گذشته با هجوم بالای ساکنان مالستان غزنه سه تن را زخمی کردند و شماری از دام‌های مردم را نیز با خود بردند.